اولین کدومونو کدنویسی پایتونمونو شروع میکنیم. قبل از اینکه بیاید کد رو شروع کنید باید چک کنیم ببینیم اون درست نصب کردیم این پکیج رو یا نه. سریع ما membership function ها به ذهنمون خطور میکنه. membership function ها اگه نمیدونید چی هست، ما بسته آموزش جامعه فازی رو داریم که اونجا کامل توضیح میدیم که انواع اقسام membership function ها رو، بعد سیستم فازی به چه صورت هست، مفهوم فازی چیه. ما اینجا فقط میخوایم سریع بریم سراغ برنامه نویسی پایتون فازی، که مثلا یه نفر که فازی بلده، حالا یه پروژه‌ای داره، میخواد بیاد از فازی استفاده کنه، به چه صورتی باید بیاد و این کار رو انجام بده. ما فرض کنید 3 تا membership function اینجا داشته باشیم، عذر میخوام 3 تا متغیر ما داشته باشیم که هر متغیری 3 تا membership function داره که با رنگ های آبی، سبز و قرمز این membership function ها با هم دیگه متمایز شده. پس ما میخواییم 2 تا از این membership function ها برای ورودی هست و این یکی برای خروجی. توی سیستم فازی ما 2 تا ورودی میتونیم داشته باشیم، تعداد ورودی ها میتونن زیاد باشه. حالا اینجا ما 2 تا ورودی داریم و یه دونه خروجی، که یکی از ورودی هامون فود کوالیتی، کیفیت غذا، و اینکه سرویس کوالیتی. حالا برای پروژه تو میتونید فرق کنه، تعداد membership function میتونه بیشتر بشه، کمتر بشه، نوعشون فرق کنه، ساپورت میکنه. تمام اینا رو به صورت یک تاب اومدن نوشتن. اینا کنید، این یه تابه ای هست، این یه تابه ای هست، این یه تابه ای هست. شما اگه پایتونتون خوبه میتونید برید داخل این پروژه مشارکت کنید و یه تابع فازی دیگه بهش اضافه کنید. برای رزومه کدنویسای پایتون این گزینه خوبیه که بتونن توی پروژه‌های اوپن سورس بیان شرکت کنن. خب ما مثلا اینجا نیرست داره، گفته توضیحات داده که مشخص چیه، پارامترهای ورودی چیه، چیا رو برمیگردونه. بعد دیسیگن رو داریم. اینا تمام اینا داخل کتابای فازی توضیح داده شده که مثلا این ورودیاش 4 تا پارامتر ورودی داره. x که تو همشون ثابته چون باید membership function ورودی بگیره، این membership function آبی باید ورودی بگیره. حالا شکلش چجوری باشه، این تابع هست که میاد مشخص میکنه مثلا difference of two fuzzy sigmoid membership function. خب شاید سوال پیش بیاد که من کدوم نوع membership function انتخاب کنم. اینم باز به مسئلهتون برمیگرده. ممکنه شما یه رفرنسی داشته باشین، تو رفرنس بهتون گفته باشه، میاد خودتون تغییر میدید، membership function عوض میکنید تا به اون membership function که پروژه‌تون خوب جواب میده برسید. چند تا membership function داشته باشیم، مثلا اینجا 3 تا است، ممکن شما بیاید 5 تا بگیرید، ممکن بیاید 7 تا بگیرید، 9 تا بگیرید. برنامه نویسی وقتی شما یک کلاسی رو داشته باشید، اونی که وقتی یک کلاس صدا زدید میزنید، این به صورت initialize اون کلاس میاد فراخون. حالا ما اینجا نمیخوایم برنامه‌نویسی پایتون آموزش بدیم، فقط میخوایم برنامه نویسی فازی داخل پایتون رو بگیم. پس ما اینجا با مفهوم membership function آشنا شدیم و متوجه شدیم این تول باکس چه نوع membership function هایی رو ساپورت میکنه، که اگه خواستیم یاد بگیریم که چگونه بیان membership function رو تعریف کنید، بیاد اینجا ببینید ورودی ها به چه صورت داره، چون هلپ مشخصی داخل اینترنت براش هنوز تهیه نکردن. تو این تول باکس مثل خیلی جدید هست،
میتونید بیاید و اینجا یاد بگیرید که میمشی فانکشن ها رو چگونه بایستی مقدار دهی کنید. اگه دوست داشتید مشارکت کنید و یه میمشی فانکشن جدید شما بیاید و به تول باکس اضافه کنید و به عنوان رزومه کاریتون استفاده کنید.